سلام، با خبری از ترکیه ما را همراهی کنید. ترکیه یونان را به برهنه ساختن و عقب راندن مهاجران از مرز این کشور متهم کرد. وزارت دفاع ترکیه یونان را به لتوکوب برهنه ساختن و عقب راندن حدود 40 مهاجر به سوی ترکیه متهم کرد. این مهاجران در ولایت ادرینه در شمال ترکیه به دست نیروهای امنیتی ترکیه افتادند. به گزارش روزنامه جمهوریت، پلیس ترکیه روز سه‌شنبه 29 جون 42 مهاجر را که از یونان به سوی ترکیه عقب رانده شده بودند در ایالت ادرینه در شمال غرب ترکیه دستگیر کرد. به گفته مقام‌های ترکیه، این مهاجران بعد از رسیدن به یونان از سوی مقام‌های این کشور مورد لتوکوب قرار گرفتند و از غذا و آب محروم شده بودند. بنابر این گزارش، مقام‌های یونانی همچنین حدود 12 تن از مهاجران را کاملاً برهنه و بدون لباس به سوی ترکیه فرستادند. روزنامه جمهوریت تصویری را نشر کرده که در آن گروهی از مهاجران کاملاً برهنه هستند. این مهاجران در یک گزارش ویدیویی سرگذشت و چشم دید خود از بدرفتاری مقام‌های یونانی را توضیح می‌دهند. بر اساس یک گزارش دیگر، نیروهای ساحلی ترکیه روز سه‌شنبه 42 مهاجر را از دریای ایژه نجات دادند. به گفته نیروهای ساحلی، این مهاجران از سوی نیروهای مرزی یونان به سوی ترکیه عقب رانده شده بودند. عملیات نجات این مهاجران در آبهای منطقه فوجا در ازمیر انجام شد. در ماه‌های اخیر ترکیه پیوسته یونان را به عقب راندن مهاجران از مرزهای این کشور به سوی ترکیه متهم می‌کند. در هفته اول ماه جون مقام‌های ترکیه اعلام کردند که از آغاز سال روان 3763 مهاجر را که از یونان عقب رانده شده بودند از آب‌های ایژه نجات دادند. اخیراً ترکیه بیش از 3700 مهاجر را از دریای ایژه نجات داده است. مقام‌های ترکیه می‌گویند از آغاز سال 2021 بیشتر از 3700 مهاجر را از دریای ایژه نجات دادند. به گفته مقام‌ها، این مهاجران می‌خواستند به یونان بروند اما از سوی نیروهای مرزی این کشور به سوی ترکیه عقب رانده شدند. به گزارش روزنامه صباح، نگهبانان ساحلی ترکیه از آغاز سال 2021 تا کنون 3763 مهاجر را از آب‌های ایژه نجات دادند. این مهاجران تلاش داشتند به یونان بروند اما نیروهای یونانی آنان را به سوی آب‌های ترکیه عقب راندند. روزنامه نوشته است که در ماه جنوری 169 مهاجر، در ماه فوریه 524، در ماه مارس 825، در ماه اپریل 1620 و در ماه می نیز 625 مهاجر توسط نیروهای ترکیه نجات داده شدند. این در حالی است که به گفته مقام‌های ترکیه سال گذشته نیروهای این کشور 12655 مهاجر را از دریای ایژه نجات دادند. در ماه‌های اخیر ترکیه و سازمان‌های دفاع از حقوق مهاجران یونان را به عقب راندن مهاجران از مرزهای این کشور متهم می‌کنند. یونان همواره این اتهامات را رد کرده است. در نیمه ماه اپریل امسال شورای اروپا از یونان خواست که نباید مهاجران را از مرزهای این کشور عقب بزند. در اواخر ماه اپریل نیز مرکز حقوقی لیسبوس شکایت را علیه یونان در دادگاه حقوق بشر اروپا ثبت کرد که بر اساس آن آتن متهم جلوگیری از ورود پناهجویان و اخراج اجباری آنان از دریای ایژه به ترکیه شده است. این بود خبری از ترکیه و وضعیت مهاجران در میان مرز یونان و ترکیه. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم.